أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتت تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهذرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. در سوره مبارک صافات که در مکه نازل شد، چون عناصر محوری سوره مکه اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق است، به مهمترین مطلب گرچه توحید و همچنین معاد هست، ولی اون مبدأی که باعث نشر این اصول است مسئله وحی و نبوت است. لذا دشمنان دین وقتی از انکار توحید سخن به میون می آورند با انکار وحی و نبوت همراه است. وقتی از انکار معاد سخن به میون می آورند انکار معاد با وحی و نبوت است. مسئله انکار وحی و نبوت هم در کنار انکار توحید آمده، هم در کنار انکار معاد. در اوائل این سوره مبارکه وقتی مسئله انکار معاد مطرح شد که فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقن ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب، وقتی انکار معاد مطرح شد گفتن و اذا رو آیتن یستسخرونه و قال این هذا الا سحر مبینون اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِدَامًا اَيْنَا الْمَبْعُثُونَ. مسئله انکار معاد را در کنار انکار وحی نبوت کردن. در بخش هایی که اخیراً به اونا رسیدیم از آیه 35 به بعد، انکار توحید همراه با انکار وحی نبوت مطرح شد. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، که انکار توحید است. و یقولون ائنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون معاذ الله، که انکار وحی نبوت است. غرض آن است که اون مبدا یادآور اصول دین چون وحی نبوت است، لذا چه در بخش انکار توحید مسئله نفی و نبوت مطرح است، چه در مسئله انکار معاد مسئله انکار نبوت مطرح است. لذا در هر دو بخش سخن از انکار نبوت است. مطلبی که از آیه 40 به بعد خونده شد این است که قرآن در این بخش یک متنی رو ذکر می کند، بعد اون متن را در ضمن چند آیه شرح میده. میفرماید بندگان مخلص الهی
اینها از رزق معلوم با خبرند، یعنی رزقی که پیش خدا معلوم است. به بسیاری از اسرار اون رزق پیش دیگران روشن نیست. لذا در بخشایی از قرآن راجع به رزق این بزرگان فرمود اینکه لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعینین، که گفتند این پاداش نماز شب هست. فرمود خیلی ها نمیدونن که خدا برای اینا چه چیز ذخیره کرده. پس اگر گفته میشود به اینکه رزق معلوم دارن، نه یعنی معلوم همگان است، معلوم خدای سبحان است و معلوم کسان است که علم اونها را خدای سبحان عطا کرده است. این میشه بعد لهم رزق معلوم. اون رزق معلوم را در چند آیه تبیین کرد، هم خوراکی ها را گزارش داد، هم نوشاکی ها را گزارش داد، هم مسکن را گزارش داد، هم همسر را گزارش داد، هم اعضای جلسه را گزارش داد، هم گفتمان و گفتگوهای دوستانه بهشتی ها را گزارش داد، هم اتمام حجت را گزارش داد، هم رسیدن به پیروزی در مقام احتجاج را گزارش داد. اینها همه شرح همون یه جمله متن است که فرمود اولئک لهم رزق معلوم. اون رزق معلوم از جا شروع می‌شود. فواکه، خب وقتی فاکهه و میوه حاضر است، غذای رسمی یقیناً حاضر است. و این غذا که فواکه و غیر فواکه باشد با کرامت همراه است. غرض اطعام نیست، غرض اکرام است. تنها سیر کردن شکم بهشتی ها مطرح نیست، با کرامت نیاز اینها را تأمین کردن مطرح است و هم مکرمون. خب در کجا به سر می برن؟ فی جنات النعیم. روی تخت هایی می نشینند که همگان دیگران را مشاهده می کنند، یعنی غیبت و حجاب و خفایی در کار نیست. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. از در نوشاکی هم کأس است، چشمه را که عین میگویند برای اینکه تراه العیون، خودش عینن ونی چشمه است. از چشمه‌ای که تراه العیون و تناله الدلا، آب روان هست نه آب راکد، اینا بهره میبرند. که این چشمه وضعش روشن نیست که کدام یک از چشمه های چارگانی است که نهرش در قیامت جاری است که بعدا عرض میکنیم. فرمود بیزا لذت لشاربین. این لذت لشاربین در سوره مبارکه که به نام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، سوره 47، اونجا آیه 15، این انهار چارگانه آمده. فرمود مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، نهرهایی است از آبی که هرگز آسن متغیر مونده نیستند چون روانند. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهایی از شیری که هرگز رنگ اونها عوض نخواهد شد. و انهار من خمر که لذت لشاربین. این لذت لشاربینی که در سوره صافات محل بحث است، یعنی آیه 46 سوره صافات، در همون سوره 47 هم مطرح است که فرمود و انهار من خمر لذت لشاربین. این لذت لشاربین هم وصف ثبوتی را دارد و هم از وصف سلبی او ما را با خبر بکند. در آیه محل بحث سوره مبارکه صافات بعضی که فرمود بیضاء لذت لشاربین، تشریح بیشتری رو با این بیان دارد. فرمود لا فیها قول ولا هم عنها منزفون. قول، قیله، قائله هم معنی شر و فساد و امثال این هاست. در او شری نیست، فسادی نیست، زیانی نیست، قائله‌ای در این خمر نیست.
چون قائلهی در این خبر نیست، شاربین گذشته از اینکه لذت میبرن، از گزند خواری هم مسونن. لذا فرمود لا ینزفون، من ضعف کسیست که در اثر خمار، ضعف عقل، ضعف فطرت، ضعف خرد گرفتار آثار روانی بشود. اینا نه من ضعف هم نه خود این شراب قائله دارد. غول، قیله، قائله، اینا یعنی فساد و شر. لا فیها قولون، نه در این شراب که لذت لشاربین است فساد است، و نه اهل بهشت که از این شراب الهی استفاده می کنند از خرد و عقل دور می شوند. اگر قرآن از این شراب به عظمت یاد می کند، تعبیرش همون شراب طهور است، که شرابن طهورا، نه تنها خودش پاک است، پاک کنندم هست. اون چه که در سوره مبارکه 47 آمده است و انهار من خمر لذت لشاربین، در سوره صافات گذشته از اون وصف ثبوتی اوصاف سلبیش هم ذکر شده که لا فیها غول و بلا هم انها ینزفون. نه انهار چهارمی که در بهشت است این است و انهار من عسل مصفا. بعد همون تنها این چهار نه نیست، و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم، هرگز نقصی برای اینها نیست، کمبودی نیست، عیبی نیست در سایه لطف الهی. پس بنابراین متن همون آیه لهم رزق معلوم است. تمام اون چی که تاکنون ذکر شده منزله شرح اون متن است. بعد درباره نکاح هم فرمود به اندهم قاصرات و تر، این جریان حوری ها که در سوره مبارکه الرحمن یه مقدار مبسوطتر اینها بیان شدن، فرمود اینا هم قاصرات هم مقصورات. قاصرات هم یعنی قاصرات و تر هم که آیه 56 سوره مبارکه الرحمن درباره کوته مژه بودن اینها که کنایه از این است که غیر همسرا خود را نگاه نمی کنم یا فروهشت چشمم، همین است. همون فیهن قاصرات و طرف، آیه 56 سوره بارکه الرحمن. ولی در همون سوره یعنی سوره الرحمن همون هور و مقصوراتون فرخیان، اینا از خیمه ها بیرون نمیان، همیشه در حجاب هست، کسی اینها را نمی بینه. این تبرج دا که تبرج جاهلیت اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه تا برسه به جاهلیت کنونی، این تبرج و خودنمایی در برابر نامحرمان اصلا برای اهل بهشت مطرح نیست. حور مقصورات فی الخیام، هر کسی تو خونه خودش است، از تنهایی هم رنج نمی برد، با اون چه که با او هست مأنوس است و لذت می برد، چون بهشتیان از توحید لذت می برد. این نعمت هایی که در سوره مبارک صافات تا اینجا آمده، هم راجع به خوراکی های اینا، هم راجع به نوشاکی های اینا، هم راجع به همسرای اینا بود، اما راجع به گفتمان اینها که فرمود فاقبل بعضهم علی بعض، گفتگوی این هم درباره حقانیت و صادق بودن وحی انبیاست. گفت من یه رفیقی داشتم که این رفیق حرفاش این بود که معاذالله بعد از مرگ خبری نیست. خب گاهی انسان مبتلا می شود به دوستی که هرچه نصیحت می کند در او اثر نمی کند. از اون طرف یک خودش گرفتار شبهه ایست کرد از او به در نمی آید. حالا این معناش این نیست که این شخصی که جز عباد مخلصین است حشر و نشرش با تبهکاران است. گاهی اتفاق می افتد انسان حالا یا فرزندی یا همسایه یا بسته یا نسبی یا سببی یه همچه کسی پیدا می شود.
که ما یک قرینی داشتیم به ما میگفت که شما قیامت تصدیق میکنی، مگر انسان بعد از مرگ زنده میشود؟ یقول اینک لمن المصدقین. حالا این بهشتی به سایر بهشتی ها میگوید ما که در دنیا بودیم یه همچه قرینی هم داشتیم که به ما یه همچه شبهه میزد، به ما هر چی میگفتیم درش اثر نمیکرد، شما ازش خبر داری؟ این شخص میخواست ببیند به اینکه در کجای جهنم است. گاهی انسان حتی به اون عین الیقین هم که رسید یا حق الیقین هم که رسید، باز اونا هم درجات برتری دارند. قبلا هم این بحث گذشت، گاهی ذات اقدس اله یا اقیانوسی از علم به کسی میدهد، این میشه بحر العلوم واقعی، مثل امام و پیغمبر. گاهی گذشته از این که بالاخره اقیانوس محدود دیگه، گذشته از این که یه همچه اقیانوسی بو میدهد، یک رگه ارتباطی اقیانوس با اون علم فعلی، یعنی علم فعلی به علم فعلی خدا وصل بکند، وقتی این علم میشه نامتناهی. این که تو روایات از ائمه این فرمان ما هرچه بخواهیم میتوانیم بدانیم، به علم ما حد ندارد، علم ما کان و ما یکون را ما دادن، برای اینکه ما مرتبطیم به علم نامحدود خدا. اینطور نیست که خدای سبحان یه اقیانوس علم به اینها داده باشد که محدود باشد. اگه اینها ولی خدایان، یعنی تحت ولایت اویان، تحت سرپرستی اویان. اگر ما گفتیم این شخص ولی اون کودک است، یعنی چی؟ یعنی هرگز رو رها نمی کند دیگر. الله ولی این گروه است. اگر اینا تحت ولایت الله هست، خب رها نمی کند خدا اینها رو کرد. اگر رها نکرد، پس اینها به علم فعلی خدا مرتبطن، اون علم فعلی هم شهد ندارد. رضا می فرماد تنها موجود مبارک تعبیر نبود، ائمه دیگه هم از اینا این منطقه به اون عظمت و شهرت نید. سلونی قبلا تفقدونی، کی جرأت دارد بگد بگه هر چی میخواهید از من بپرسید؟ این کی میتونه بگه؟ حالا برفرض یه اقیانوس علم به کسی بدن، مگه این شدنیه؟ این معصومی که در کمال شهامت میگوید فعنی به طرق سمای اعلا و منی به طرق الارض، گذشته حال آینده آسمانی زمینی، این معلوم میشه یه اقیانوس علم اینا نهدن، یه علمی دادن که به اون علم ابدی و ازلی فعلی ذات اقدس اله مرتبطه. خب بله دیگه، حدی ندارد که، این با امکان منافات ندارد، چون خود فعل خدا ممکنه دیگه. ذات اقدس اله بله واجب است و به ذات، اما فعل او که حد ندارد دیگه. حالا در ازلیت یه اختلاف نظری ممکنه باشه، ولی در ابدیت عالم که حد اختلاف نکرده. این کاروان بشریت وارد برزخ میشه، وارد ساحل قیامت میشه، وارد بهشت میشه که ابدی است. خب بهشت ابدی رو کی اداره میکنه؟ ابد یعنی ابد دیگر. خب اگر ما ابدی داریم، این ابدی به ذات که نیست، ابدی بالعرض دیگه. بهشت ابدی است، بهشتی ها ابدی هستند، اما ابدی بالعرض. علم این ذوات قدسی هم همینطوره، این مرتبط است به اون علمی که اون علم فعلی تابع علم ذاتی است. بنابراین در کمال شهامت و قدرت میگن الان هم روزی مبارک ولی هست فرماشش همینه، یعنی هیچ بشری از هیچ مطلبی سوال نمی کند مگر اینکه نالبن سلون قبلن تفقدونی فعنی به طرق سمای اعلم، نه طرق سمای که الان سپهری ها و نجومی ها آشنا هستن، اون سمایی که لا تفتح و لام ابواب و سما، درهای اون آسمان، درجات اون آسمان برای اینا روشنه. و اون فعنی به طرق سمای اعلم و منی به طرق الارض. خب اینها در همون حد اعلا هستن، سایر بهشتا که اینجور نیستن. اینا میخوان هر لحظه و لحظه علمشون افزوده بشود، کمالات علمی پیدا کنند. کمالات عملی در اونجا ممکن نیست، یعنی کسی یک کاری بکنه ثواب ببره، اما تکامل علمی اونجا مطرح است. این شخص میگه من یه رفیقی داشتم منکر معاد بود، الان من بخوام برم سرگذشت و سرنوشتش چیه؟ شما ازش باخبرت هستی؟
هل انتم مطلعون؟ شما ای رو دیدید، شما با خبرید از دزش، او را ظاهرن جواب مثبتی نمیدن. شبیه قصه که در بحث روز قبل از سوره مبارکه کهف گذشت، اونگاه خودش سرکشی میکند، قدمی میزند، دوری میزند، از بالا بر جهنم اشراف دارد. تو در باره بهشت هست که اندها جنت المعوا، بهشت تو آسمان قیامت است، جهنم تو زمین قیامت است. یعنی بعد اینکه زمین و آسمان دنیا عوض شد به زمین و آسمان دیگر، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات، این نظام جدیدی طرح شد، آسمان تازه به زمین تازه، بهشت بهشتیان در آسمان قیامت است که اندها جنت المعوا، دوزخ دوزخیان در زمین است. اون وقت اون وجود شریف از بالا سر می کشد ببیند این در کدام قسمت جهنم است. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، این رو دید تو وسط جهنم دارد می سوزد. یه همین کسی که منکر مسئله معاد بود، فطلع فرآه فی سواء الجحیم. بعد حالا خودش با خودش گفتگو می کند، یا اینکه به او می فهماند که سوژند به خدا ممکن بود اغوای تو، شبه تو ما را از پا در بیاورد، ما هم به روز سیاه تو مبتلا بشویم. قال تالله ان کدت لتردین، اگر چون که فیض الهی، فضل الهی، روح و ریحان الهی نبود، ممکن بود با هم گرفتار شبه تو بشویم، به روزگار تلخ تو مبتلا بشویم، نزدیک بود تو ما را گمراه کنی. ردی یعنی ساقط، اردا یعنی اسقاط. تردی نه، ولولا نعمت ربی لکنتم من المحضرین، اگر توفیق الهی، فیض و فضل پروردگار نبود، ما را به امروز جلب می کردن. محضر یعنی جلب شده، مؤمنین را که احضار نمی کنن که. خب کسانی که باید جلب بشن از اونها به محضرین یاد میکنن. مؤمنین رو خب همینطور محترمانه دعوت میکنن. فرمود به این که اگر چون که توفیق و عنایت الهی نبود، ما را هم جلب میکردن. لولا نعمت ربی لکنتم من المحضرین. حالا در اینجا سخن فرشته هاست، سخن خداست، سخن همین شخص است. بین اهل تفسیر اختلاف نظر است، ولی همش حقه. اگر کلام الله باشه که حق، اگر کلام ملائکه باشه حق، اگر کلام این شخص باشه، چون خدا به زبان تصدیق دارد نقل میکند، حقه. این طور نیست که قرآن یه حرفی رو نقل بکنه و اون حرف معاذالله باطل باشه و قرآن رو رد نکنه. این سخن، سخن هر که هست حقه. افما نحنو بمیتین الا موتتن الاولا. حالا اونجا در اون عالم میگد ما فقط یه مرگ داشتیم، یعنی انسان میمیره و میپوسه و خبر نیست. خیر، تنها مرگ از دنیا نیست، یه نفخه سوری هست، نفخه اولا، که همگان در اونجا میمیرن، این میشه مرگ دوم. بعد با نفخ سور دوم همه فعضاهم قیامون یونذرون، که زنده میشوند، که دیگه مرگی نیست. در قیامت تو روایات ملاحظه فرمودید که خود مرگ به صورت کبش امله در می آید، مرگ را اماته می کنن، مرگ را زعق می کنن، یعنی تغییر و تحول دیگر نیست، مرگ مرده است. خود اسرائیل سلام الله علیه مرده است، مرگ اسرائیل به فنای مسئله اماته است. مرگ یعنی به زوال نابودی است، نابودی و تحول و تغییر نابودی است، حیات یک سر است دیگه. حالا از اون بعد زمان و زمینی ندارد، حدی ندارد که انسان چند میلیارد سال بخواهد بماند، میشه ابدی، که به ذهن نمی آید. این که میبینید گاهی در تعبیرات ائمه علیهم السلام برای کسانی که تو این اسباب بازی ها دارن سرگرم میکنن، تعبیر به جنون میکنن، همینه. خب انسان اون عالم ابد را معاذالله از دست میدهد برای چهار تا بازی. این که بفرماید
دنیا را طلاق دادن، یعنی این بیانی که تو سوره مبارکه حدید هست که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این مقاطع پنجگانه، این بازی و بازیگری و بازیچه دنیا اینه. این رو وجود مبارکه است در امیر فرمود غری غیری، این به صورت حصر در سوره حدید آمده دیگه، انما الحیات الدنیا اینه. این حصر در پنج زل در بعضی از آیات در دو زل منحصر شده، انما الحیات الدنیا و لعب و لهو، یعنی اون تفاخر کرسی و میزی هم که هست اونم لهو و لعبه، اون تکاثر در ثروتی که هست اونم لهو و لعبه، برای اینکه این اجمال و تفصیل هم هست نه اینکه معارض هم باشن. این طور نیست که اون که در سوره حدید فرمود دنیا در پنج بخش است و لهو و لعب را اول و دوم قرار داد، زینت و تفاخر و تکاثر را سوم و چهارم و پنجم قرار داد، با اون طایفه از آیاتی که کل دنیا را در دو بخش خلاصه کرد فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو مخالف باشه، چون یکی اجمال است که تفصیل، یعنی اون زینت و تفاخر و تکاثر هم برمیگرده به همین لهو و لعب که من اینقدر موجودی در بانک دارم، اینقدر صفر اضافه دارم، امثال ذلک. خب این میشه متاع غرور، حضرت هم این متاع را فرمود من را نمیتونی فرید بدی. خب برای مثل اونیست ابد تابع با ابد مطبوع خیلی فرق میکند دیگر، این فیض اوست، فیض خدایی که ذاتاً ازلی و ابدی و ثروتی است، فیضش دائم است، او دائم الفیض علی البریه است، این فیضش غیر مقطوع است، انقطاعی ندارد، مثل اینکه معاذالله اگر ما یه آفتابی می‌داشتیم ازلی و یک نوری داشته بود ازلی، خب فرقشون خیلی روشن است، یکی تابع است که مطبوع، بهشت و دوام بهشت تابع فاضل ذات اقدس اله است. الان در هر فرصتی هم اگر ذات اقدس اله بخواهد فیض خودش جمع بکند، نه بهشت است نه بهشتی، پس معلوم میشه این تابع محض دیگه، این در ظل عنایت الهی است. مرگ دوم هم میبراند، برای اینکه در مرحله این که سعق من فی السماوات و من فی الارض شد، نفخ فی سوره شد، فیضا هم قیام و جنزرون، دیگه مرگ مرده است. مرگ در جریان کفش املاح که ضعف میشود، یعنی دیگه مرگ نیست. اسرائیل سلام الله علیه که عامل مرگ است، او هم از این سمت کنار میرود که اسرائیل را هم اماته میکنند. بنابراین انسان است که چه در مرگ اول و چه در مرگ دوم مرگ را میمیراند. این سعقه است، مدهوشی است، نه بیهوشی، نظیر سعقه وجود مبارک موسی کلیم و خر سعقه. اگر در نفخه سوره اول فرمود نفخ فی سور فسیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که گروه خاصی هم اینا سعقه دارن، در حال مدهوشی هم نه بیهوشی، چه چیزهایی در اون حالت برشون کشف میشود خودشون میدونن، با یه نفخه همه بیهوش میشون، با یه نفخه دیگر همه بهوش میآیند، فیضا هم قیام و ینظرون. حالا بین این دو نفخه چه درجه فاصله است تو بعض از روایات تبیین شده. بنابراین انسان چه در مرگ دنیا چه در مرگ برق دفخه سور این مرگ را میمیراند، برای اینکه این مدهوش میشود و نه اینکه از بین برود. بله دیگه، اما انتقال دیگه، اما انتقال تابع منتقله، یه شخصی که منتقل می شود از دنیا و آخرت این مرحله را پشت سر می گذارد. از ساحره قیامت وقتی وارد بهشت می شود اون مرحله را پشت سر می گذارد،
یا از نفخ صور اول وارد نفخ صور دوم می شود، او رو پشت سر می گذارد. هر منتقلی انتقال را زیر مجموعه خود دارد. مرگ انتقال است که فرمود انما تنتقلون من دار الى دار. بالاخره همه هستند، منتها بدا تو جهنم هم. در باره جهنم خب فرق است بین کسی که مسلمان باشد و معصیت کرده باشد یا ملحد باشد. خلود مال مسلمان و موحد معصیت کار نیست. تو روایات هست که اینا به اندازه عذابشون میچشن، بعد ها اولای اتقا الله من النار آزاد میشوند. اما اون که ملحد است معاذ الله و گرفتار دیگه. خب بالاخره وقتی قیامت قیام میکنن، همه انسان ها که در دنیا هستن وارد برزخ بشوند. وقت اون نفخ صور اینا رو مدهوش میکنن. بعد از نفخ صور اول، نفخ صور دوم که آمد، همه به هوش میآیند و وارد صحنه قیامت میشن. مدهوشی مال اون نفخ عام است. اینا که غافلن که پشت سر هم میروند، وقتی زجرتن واحدتن که در همین سوره صافات بود، یا صیحتن واحدتن که در سوره یاسین بود، با اون صیح واحد، با اون زجره واحد، با اون تشر واحد، همه مدهوش میشوند. چه سابقی ها، چه لاحقی ها، چه اونا که تازه رسیدن، چه اونا که قبلن بودن. با نفخ دوم همه مدهوش شده ها فیضا هم قیامون ینظرون، برمیخیزن که او را میان قیامت که همه قیام بکنن. یوم یقوم الناس لرب العالمین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحنو بمیتین الا موتتن الاولا. آیا اینه که ما فقط یه مرگ داریم بعد از مرگ زنده نمیشیم؟ ما مرده ایم و حیاتی در کار نیست. این حرف قرین ما بود، ولی الان دیدیم نخیر، ما وقتی از دنیا وارد برزخ شدیم مردیم، اون موته اولا را پشت سر گذاشتیم، الان دوباره زنده ایم، مراحلی را پشت سر گذاشتیم. تو سوره مبارکه غافر یعنی مومن که در بحث دیروز هم اشاره شد، آیه 11 همون سوره این بود که یه عده‌ای به خدای سبحان عرض می‌کنن قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. ما دو امات داشتیم و دو احیا. دو امات داشتیم، ما را از دنیا وارد برزخ کردی، این یک اماته. در برزخ یه حیات خاص خودمون داریم، ولی از دنیا مردیم. از برزخ ما را احامات کردی به صحنه قیامت، این ماشه عباده دوم. در صحنه قیامت با نفخ صور دوم ما را زنده کردی، این شده حیات دوم. ما دو حیات داشتیم، دو مواد، دو احامات داشتیم، دو احیا. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. البته اگر به سوره مبارکه غافر رسیدیم، احتمالات دیگری که مربوط به آیه 11 سوره غافر است ممکنه اونجا مطرح بشه. بر تقدیر فرمود به این که قرین من ایره میگفت که ما وقتی مردیم آخر خط است، دیگه بعد از مرگ خبر نیست. به ما بعد از مرگ حیات نداریم تا بعد از حیات یه مرگ جدید داشته باشیم. غافل از این که مرگ دنیا هجرت است، انما تنتقلون من دار الى دار. این که میگوین مرگ چون دنیا را رها کردیم میشه مرگ، وگرنه میلاد است، برای که ما وارد صحنه برزخ شدیم، یه تولد جدید است. این چه نیست زوال و نیستی و نابودی باشد. ما یه میلادی پیدا کردیم، یه حیاتی تا برزخی داریم و از قیامت صغرا وارد قیامت کبرا میشویم. با نفخ صور اول مدهوش می شویم، با نفخ صور دوم به هوش می آییم.
یعنی متوشی ما رخت بربندد. این چنین نیست که ما فقط با مرگ اول از بین رفته باشیم و هیچ عذابی در کار نباشد. اف ما نحنو به میتین الا موتتن الاولا و ما نحنو به مقدمین. این چنین نیست. انها ظاله و الفوز و القدیم. این حرف خدا باشد درست است، حرف فرشته ها باشد درست است، حرف همون بهشتی باشد درست است، برای که اگه حرف هر کدام باشه به قرآن نقل کرده. این هازا لهو الفوز العظیم، این فوز عظیم است. لمثل هازا فلیعمل العاملون، هر که میخواهد کاری انجام بدهد به این روش بندگان مخلص کار انجام بدهد. برای که پاداشش یه همچه حیات است که مسکن خاص دارد، خوراک مخصوص دارد، برخورد خاص دارد، نوشاک مخصوص دارد، گفتمان خاص دارد و سعادت ابد او را همراه می‌کند. که رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. والحمد لله.